دولت افراطی هند همچنان جهت کنترل اوضاع، توسل به خشونت و سرکوب در کشمیر را در دستور کار خود قرار داده است. در تازه ترین گزارش فاش شده، 875 کشمیری از آگوست 2019 تا کنون به شهادت رسیدند. ابتدا گزارش علی اکبری را با هم ببینیم. محاصره بی‌امان نظامی و پلیسی که توسط دولت هندوتوا به رهبری نارندرا مودی از 5 آگوست 2019 تحمیل شده، همچنان تلفات سنگینی بر زندگی روزمره مردم در جامعه و کشمیر در هند به طور غیرقانونی وارد می‌کند. در گزارشی که توسط بخش تحقیقات سرویس رسانه‌ای کشمیر منتشر شده، آمده است که از زمانی که هند به طور غیرقانونی وضعیت ویژه کشمیر را در تاریخ 5 آگوست 2019 لغو کرد، زندگی برای ساکنان این سرزمین به جهنم و زندانی باز تبدیل شده است. این اقدام با انگیزه ربودن هویت، اموال و دسترسی به خدمات دولتی برای کشمیری ها با شیوه تغییر وضعیت اکثریت مسلمان در این سرزمین انجام شده است. در این گزارش فاش شد که نیروهای هندی در این بازه زمانی 857 کشمیری از جمله 17 زن و 28 پسر جوان را به شهادت رساندند. در ادامه این گزارش همچنین آمده است که نظامیان به بیش از 1116 خانه آسیب رساندند و 133 زن را در طول عملیات جستجو و یورش به خانه ها در سراسر این سرزمین مورد آزار و اذیت و هتک حرمت قرار دادند. هماکنون هزاران تن از رهبران حریت، فعالان، علما، روزنامه نگاران، جوانان، زنان و مدافعان حقوق بشر قربانی انتقام گیری سیاسی شده و به اتهام های ساختگی زندانی شدند. این گزارش خاطر نشان می کند که هند به ویژه پس از 5 آگوست 2019 در حال نسل کشی جوانان کشمیری است و آزار و اذیت ساکنان این منطقه، مصادره املاک و قطع خدمات دولتی به یک امر عادی تبدیل شده است. در گزارش مذکور همچنین آمده است که نیروهای نظامی و پلیس عملیات محاصره و جستجو و یورش به خانه های کشمیری ها را چند برابر کردند. این گزارش همچنین می افزاید که قوانین خشونت آمیز، محاصره اقتصادی، آزار و اذیت ساکنان این منطقه کشمیر را نابود کرده است و در حالی که آزادی مطبوعات سلب و خبرنگاران بازداشت، آزار و اذیت می شوند، چنانچه اخبار و مطالب و گزارش واقعی این سرزمین را بنویسند با اتهام های متفاوتی مواجه می شوند. در ادامه این گزارش آمده است که اقدامات خشونت‌آمیز هند در این منطقه یک چالش جدی برای جامعه بین‌المللی است که بایستی دهلی نو را مجبور کند تا مناقشه کشمیر را مطابق با خواسته های کشمیری ها و قطعنامه های مربوطه سازمان ملل حل و فصل کند. علی اکبری، اخبارش چیه؟ افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند. آقای افضل رضا، سلام عرض ادب. منم عرض سلام عرض میکنم خدمت شما همکار عزیز و بینندگان محترم شبکه موسیقی اسلام. بزرگوارین آقای افضل رضا، در صورت تداوم حضور دولت تندروی هند بر سر قدرت، وضعیت مسلمانان جامو و کشمیر را چگونه پیش بینی میکنید؟ بفرمایید. ممنون. همونطور که در گزارشم عنوان شد، بالاخره وضعیت اسفناک در منطقه کشمیر اشغالی همچنان نشان دهنده افسار گسیختگی دولت هندو مذهب در جمهوری به اصطلاح جمهوری هند میباشه. با توجه به اینکه هند خودش رو بزرگترین دموکراسی جهان میدونه، مسلما قدرت اقتصادی این کشور به سایر کشورهای متحد به ویژه قدرت‌های غربی این اجازه رو نمیده که هندو بخواد پاسخگو بکنه درباره وضعیت فعلی کشمیر. تشدید این اوضاع از زمانی آغاز شد که سال 2019 5 آگوست اون سال دولت هند مغایر با تمام تعهداتی که به شورای امنیت سازمان ملل داده بود و قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت تعریف شده بود که باید با توجه به خواسته‌های مردم کشمیر
این مسئله حل بشه همه اونا رو زیرش زد و اومد وضعیت خودمختاری این منطقه رو لغو کرد. خب بالاخره ایجاب میکرد که ملت‌های عدالت‌خواه و کشورهایی که مدعی حقوق بشر و حقوق و دفاع از ملت‌های تحت اشغال هستن هندو پاسخگو میکنن برای این کار. ولی مشاهده کردیم که قدرت‌های غربی نه تنها در خصوص این تصمیم هند اقدامی نکردن، بلکه از سازمان همکاری اسلامی نیست که انتظار میرفت جدای از صدور بیانیه‌های در حد محکومیت اقدام میکنه نتونست کاری انجام بده به خاطر فشارهایی که از سوی کشورهای غربی و متحد با هند متحمل میشد. با توجه به همین اوضاع در اواخر سال میلادی گذشته وقتی دیوان عالی هند میاد تصمیم دولت این کشور رو در خصوص لغو این وضعیت کشمیر رو تایید میکنه، یعنی مسلما برتری نژاد هندو بر تمامی این سیاست‌های تهاجمی دهلی نو غلبه کرده و پیشبینی برای آینده منطقه کشمیر هم همین خواهد بود که هندو مذهب‌ها همچنان به تلاش خود واسه تغییر جغرافیای کشمیر و حتی تبدیل کردن جمعیت اکثریت مسلمان این منطقه به جمعیت هندو دست نخواهند کشید. بله، چه راهکاری برای پایان دادن به اعمال خشونت از جمله بازداشت گسترده علیه کنشگران و فعالان کشمیری وجود داره؟ خب بالاخره هند مدعی هستش که رسانه‌ها در کشورش آزاد هستش. یکی از مطالبات اصلی کشورهای اسلامی به ویژه پاکستان که همسایه غربی هند محسوب میشه اینه که شما اگر مدعی هستین در کشمیر اتفاقی نیفتاده و ما نیروهای در حد چند صد هزار نفر مستقل نکنیم، شما باید این منطقه رو برای رسانه‌ها واسه دیپلمات‌ها و واسه سازمان‌های ناظر حقوق بشر درای این منطقه رو به روی اونها بگشایید تا اینا بتونن وارد منطقه بشن و از زندگی مردم کشمیر باخبر بشن. ولی دولت هند هیچگاه دست به چنین اقدامی نزد، چون میدونه مردمی که اونجا ساکن هستن که تحت چندین دهه تحت اشغال چند صد هزار نفر نیروهای هندی هستن اجازه نخواهند داد که نقشه‌های دولت هند بخواد اونجا اجرا بشه و مسلماً اگر بخواد رسانه‌های مستقل و نهادهای حقیقتی‌ها بخوان در منطقه کشمیر تحقیقی انجام بدن در خصوص وضعیت، به اون پاسخی که دولت هند مدعی هستش که اونجا همه چیز آرومه، ما تسهیلات به مردممون دادیم، همه نقشه براب خواهد شد. خب به نظر من سازمان ملل نیز یکی از عاملینی هستش که نتونست تا حالا حتی به قطعنامه‌های خودش عمل بکنه و اجازه بده که هند دست از اقدامات تهاجمی برداره و اجازه بده مردم کشمیر بتونن سرنوشت خودشون رو انتخاب کنن. آیا افضل رضا به طور مختصر بفرمایید آیا راهکارهای کارآمدی برای توقف اقدامات خشونت‌آمیز دولت فعلی هند چه در سطح داخلی و چه بین المللی بر علیه مسلمانان کشمیر وجود داره؟ متاسفانه با دولتی که الان روی کار هستش و انتخابات آتی هند که قراره تا چند ماه دیگه برگزار بشه به نظر نمیرسه که دولت دهلی نو و این جریان فکری هندو اجازه بده حتی همون بیش از 300 میلیون مسلمانی که در این کشور سکونت دارن و متاسفانه اونا رو در اقلیت به شمار میکنن به اجازه بدن کاری برای مسلمانان کشمیر چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی انجام بده. هرچند در کشور اروپایی در حتی در مجال پارلمان اروپا نمایندگانی هستن که علیه هند قطعنامه صادر میکنه و اقدامات هند رو محکوم میکنه، ولی به نظر میرسه جایگاه بین المللی هند و روابط نزدیکش با شرکای غربی از جمله آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی اجازه نخواهد داد که بخواد یک راهی باز بشه برای تسهیل و تسکین آلام مردم کشمیر. بله، تشکر میکنم از شما آقای افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان، از اسلام آباد با ما همراه بودند.